سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر. امروز در استان یزد و شهر تاریخی یزد و شهر پایلوت گردشگری یزد هستیم، شهری که از سوی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور به عنوان پایلوت گردشگر و از سوی یونسکو به عنوان شهر تاریخی و جهانی یزد ثبت شد. استان یزد خوشبختانه از سال 1392 جهش بسیار خوبی در بخش گردشگری داشته است. آماری که میتونم خدمت شما بگیم از سال 1391 باز 12,000 نفر گردشگر خارجی برنامه های گردشگری استان یزد شروع شد و این برنامه همچنان تداوم یافت تا اینکه تا سال 1395 به آمار 113,500 نفر رسید، یعنی رشدی بیش از 9 برابر و 900 درصد. گردشگرانی که به استان یزد و شهرهای یزد سفر میکنند عمدتا از کشورهای اروپایی هستند، گردشگران فرهنگی و گردشگران تاریخی. آثار و ابنی تاریخی که در شهر یزد و استان یزد قرار داره رو بازدید میکنند. در استان یزد بیش از 6,000 اثر تاریخی و ابنیه تاریخی وجود دارد که تا کنون بیش از 1,700 از این اثر به ثبت رسیده است. ابنیه تاریخی که در استان یزد و شهر یزد وجود داره و حتی در کوچکترین روستاهای استان یزد میشه اونو ببینید. در تمام روستاها و میتونیم بگیم اکثر روستاهای استان یزد آثاری همچون قلعه ها، کاروانسراها، آبانبارها و سایر موارد رو میتونید ببینید. در شهر تاریخی یزد آثار و ابنیه قابل توجهی وجود دارد، از جمله بازارهای تاریخی یزد، آبانبارها، آتشکده زرتشتیان، دخمه زرتشتیان و همچنین آثار و ابنیه تاریخی که مشهور جهان هست، مثل باغ دولت‌آباد، تکیه امیر چغماق، مسجد جامع یزد و سایر موارد که انشاءالله در ادامه برنامه خواهید دید. استان یزد جاذبه‌های بی‌نظیری در کشور و جهان داره. میتونیم برخیش رو اینطور عنوان بکنیم خدمت شما بینندگان عزیز. ما تنها کاروانسرای دایره‌ای ایران رو داریم که در شهرستان مهریز یزد هست و به کاروانسرای زین‌الدین مشهور هست.
ما بلندترین بادگیر دنیا رو داریم در باغ جهانی دولت آباد. ما بزرگترین پهنه وسیع و بافت تاریخی کشور رو داریم در شهر جهانی یزد. و بازارها، آبانبارها، تنها آبانبار هفت بادگیری کشور و جهان رو داریم در بستان یزد و در شهرستان اشکزر. اینها از جمله مواردی هست که میتونه در بخش گردشگری بستان یزد مؤثر واقع بشه. از بحث جاذبه های تاریخی یزد که بگذاریم و وارد بحث طبیعت گردی استان یزد بشیم، ما در استان یزد یک ارتفاع کوهستانی بسیار قشنگ و زیبا به نام شیرکوه داریم و یک بحث کویر نوردی که به فاصله 50 کیلومتر از همدیگه میتونه از اون جاذبه های بسیار زیبا و دیدنی شیرکوه و از بافت قشنگ کوهستان به سمت کویر استان یزد حرکت بکنیم. جاذبه های بسیار قشنگ که در اون گونه های نادر جانوری هستند. کویر استان یزد نیز بی‌نظیر هست که در شهرستان های مختلف استان یزد تونسته این جاذبه رو خودنمایی بکنه و گردشگران عاشق این بخش رو به خود جلب بکنه. کویرهای استان یزد که انشاءالله تصاویرش رو خواهید دید نیز در بخش های مناسب و موقعیت های ممتازی به گردشگران معرفی شده. در حال حاضر گردشگرانی که به استان یزد میان، جدای از بافت‌های تاریخی شهر یزد که یک مکمل بسیار خوبی هست، بحث‌های طبیعت گردی استفاده لازم و از اون می‌بینیم. ما الان درش قرار داریم معروف هست به دارالحکومه یا ارگ حکومتی یزد. محلی بوده که حاکمان و حکمران یزد در این محل زندگی میکردن و حکمرانی میکردن. این بنا دارای اتاقهایی هست در اطراف حوض وسط و کلاه فرنگی و مجموعه های خدماتی اطراف این خونه که استفاده و کاربری آن بیشتر بسه مسکونی بوده. ساختمان اصلی این مجموعه در عهد امیر تیمور گورکانی ایجاد شده و برخی از اصلاحات و مرمت ها در دوران قاجار و بعد بر روی این بنا انجام شده. مجموعه هایی که در استان یزد به ثبت جهانی رسیده میتونیم از باغ های جهانی دولت آباد و باغ جهانی پهلوانپور رو نام ببریم. همچنین قنات حسن آباد که در شهرستان مهریز و قنات زارچ سرچشمه میگیره و یکی از مجموعه های بی‌نظیری هست که در استان یزد وجود داره و به ثبت جهانی رسیده. اخیراً برنامه های بسیار خوبی جهت استفاده مناسب برای گردشگری و ورود گردشگران و بازدید از این مجموعه ها تدارک دیده که میتوانند گردشگران به خدمت و تلاش‌های بیوقفه یزدی‌ها و گذشتگان برای حصول آب از زیر زمین در نظر گرفت.
بافت تاریخی شهر یزد که اخیراً 700 هکتار اون به ثبت رسیده، برخی تأسیسات گردشگری در این بافت تاریخی ورود پیدا کرده. این تأسیسات گردشگری رو میتونیم هتل‌های سنتی، اقامتگاه‌های سنتی، بومگردی‌ها، رستوران‌ها و مراکز سنتی که در نوع خودش در کشور بی‌نظیر هست و میتونه مورد بازدید و استفاده لازم گردشگران قرار بگیره. شما بینندگان عزیز میتونید به شهر یزد بیایید، از این بافت تاریخی بسیار زیبای شهر یزد بازدید کنید، از هتل‌های سنتی که در شهر یزد وجود داره و از اقامتگاهی بومگردی که در شهر یزد و روستاهای اطراف اون ایجاد شده بازدید داشته باشید و لذت ببرید. انشاءالله که با حضور خودتون در استان یزد و در شهر زیبای یزد، بافت‌های تاریخی اون و مناظر بسیار قشنگ و زیبای طبیعت گردی استان یزد بهره لازم رو از گردشگری استان یزد ببرید. یکی از خونه‌های قدیمی شهر یزده، بادگیر و حوض آب و فضاهای بسیار زیبا و دیدنیش، پنج دری و هفت دری رو میتونیم اینجا ببینیم و حیات با صفاشو. چقدر خوبه که قدیمی‌های ما در چنین فضای زندگی می‌کردن و چنین زندگی خوبی رو تجربه کرده بودن. اما یه اتفاق خوب دیگه که رخ داده اینه که خونه‌های این چنینی که ظرفیت به این خوبی دارن تبدیل شدن به هتل‌های سنتی و فضاهایی که میشه از اونها بهره برد. یعنی شما هم به عنوان یک مسافر و گردشگر میتونید از این فضا استفاده کنید و لذتشو ببرید. آقای مهندس طباطبایی، درست عرض کردم؟ بله. جناب مهندس طباطبایی عزیز همراه ما هستند. سمتتون چی بود؟ من رئیس جامعه هتلداران استان یزدم. بله، خیلی هم عالیه. این خونه که ما الان داخلش هستیم اسمش چیه؟ سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. خونه ای که الان داخلش هستیم خونه تاریخی گلشن مربوط به اواسط دوره قاجاره که تا قبل از انقلاب به صورت منزل مسکونی مورد استفاده قرار میگیره. بعد از انقلاب توسط شهرداری ناحیه تاریخی تملک و بازسازی میشه و سال 81 به عنوان هتل سنتی، اولین هتل سنتی یزد به بهره برداری میرسه. درسته. بعد چجوریه اصلا زندگی کردن تو چنین فضاهایی به نظر خودتون؟ بالا ببینید، هر بنایی بر اساس اون ساختار اولیه و سازندش و نگاه و نیت آدمش یه روح آرامش و سکوتی داره در خودش داره. نیاکان ما این بناها رو در شرایط سخت اقلیمی اون روز با مصالح ورزن به حضورتون که امکانات بسیار ابتدایی ولی با روح بلند و اون نگاه نودوستانشون ساختن و روح اون آدمها و اون آرامش و جلای روحی که داشتن تو این مجموعه شما میبینید. سکوت، این وضعیت آرامش بخشی که تو این مجموعه حاکمه بخشیش برمیگرده به نگاه همون آدم‌های سازنده. چند تا حیات داره این خونه؟ این خونه سه تا حیات داره، یه حیات بیرونی، اندرونی و یه حیات نارنجستان. درسته، اینجا بیرونیه؟ بله، این حیات بیرونیه. درسته. بعد اینجا متعلق به خان کسی بوده؟ این گلشن امثال این خونه ها؟ بله، آقای گلشن یکی از تجار قدیم یزد بوده. از زمانی که بازرگانی در مسیر جاده ابریشم که یزد هم یه بخشی ازش بوده، در اواخر اون دوره ایشون از بازرگانایی بوده که کار تجارت رو انجام میداد. بریم حیات اندرونی رو ببینیم. یه چیز رو در مورد
حیات اندرونی و بیرونی بگم که حالا اکثر هموطنهای عزیز ما میدونن، و اون اینه که حیات بیرونی مخصوص مهمونها و کسایی بودن که برای رفت آمد توی این مجموعه و کار با صاحب خانه میومدن، ولی حیات اندرونی متعلق به خانواده و در حقیقت یه بخش اختصاصی خانه است که غریبه ها به اون راه نداشتن. و زیباتر این حیات اندرونی مجموعه هست و اتاقهای پنج دری. بسیار عالی، خیلی قشنگه، خیلی عالیه. اینجا اتاقهای سه دری رو بیشتر میبینیم و البته پنج دری که روبروی ما هستش. عنوان سه دری و پنج دری رو من اینطوری براتون توضیح بدم که بحث تقارن هستش توی معماری ایرانی. وقتی ما از سه دری، پنج دری و هفت دری صحبت میکنیم، یکی از درها میشه تقارن و درهای بقیه زوجی هستن که در طرفین قرار میگیرن و شکل و لعاب خاصی به معماری اون فضا داده میشه. یه بادگیر دارین شما در نه خونه؟ توی این خونه ما دو تا بادگیر داریم. آها، من یه دونه اون طرف نه آره اون یه دونه تون اتاق حوضخونه حیات بیرونی هست، یه دونم برای این ساختمون زیر. توی این حیات، توی زیرزمین این حیات در حقیقت مواد غذایی نگهداری میشه، چون تو اون زمان یخچال نبوده و تو خونه های اربابی به این شکل همیشه به جهت رفت آمد مهمان و اینکه باید روزها پذیرایی زیادی انجام میدادن، مقدار زیادی مواد غذایی ذخیره میشده که توی این زیرزمین زیر بادگیر کار ذخیره مواد انجام میشد. مهمانان شما بیشتر خارجی هستن یا ایرانی؟ ما واقعیتش اینه که اکثر مهمونامون خارجی. خارجی هستن. بله. نظرشون در رابطه با معماری ایران چیه؟ پرسیدی تا حالا ازشون؟ والا اونا به جهت اینکه به هر کشوری یا هر منطقه‌ای که سفر میکنه با مطالعه قبلیه. یعنی توریسته یا از توریست تاریخی فرهنگیه. خب در موردش مطالعه دارن، براشون جذاب بوده و الان اومدن از نزدیک میبینن و واقعا خیلی خوشحالن از اینکه تونستن از نزدیک مجموعه رو ببینن و براشون بسیار جذاب. درسته. میتونم بپرسم که برای تورهای داخلی اونایی که علاقمند به ایران گردی هستن شما تخفیفات هم دارین یا نه؟ بله، ما تو فصلهای خلوتمون که توریست کمتری داریم تخفیفات خیلی ویژه‌ای داریم. حتی توی چه موقع ببینید فصل خلوت یزد از خرداد شروع میشه و فصل اینجوری بگم فصلای شلوغ ما فروردین، اردیبهشت و نیمه اول خرداد. از نیمه دوم خرداد فصل خلوت ما شروع میشه تا نیمه اول اردیبهشت. اردیبهشت، مهر، آبان فصلای شلوغه و بقیه فصلامون تقریبا خلوتی. درسته. خیلی ممنون. به جز این حیات دیگه هم داریم؟ بله، یه حیات نارنجستان هم داریم. نارنجستان. بعد گرسنگی یعنی یه موقع اتفاقا اونجا رستورانه. رستورانه. آره. غذای سنتی دارین یا قرار کبابی بهمون بدین؟ همه چی رو داریم. هم سنتی، هم فرنگی، حتی غذای هندی هم داریم. هندی هم. نه، هند تند نمیخواد. آقا بریم همون غذای سنتیتون ببینیم چیه. الان اومدیم توی حیاتی که به حیات نارنجستان معروفه و فوق‌العاده زیباست، هم از نظر معماری و هم جای خوشمزه این خونه محسوب میشه یا هتل. پنج دریو دارم در مقابل خودم میبینم و یک فضای خوب. چرا نارنجستان جناب طباطبایی؟ تو خونه های قدیمی یزد به جهت اینکه اقلیم گرم و خشکیه یه حیاتی در نظر گرفته میشه یا یه بخشی از ساختمونو با دیوارهای بلند که تو اونا درختهای نارنجو میکاشتن. اون قسمت خنک خونه بوده، گاه هم به صورت گودال باغچه هم بوده. ده. یعنی گود میکردن داخل زمین و داخل اون یه مجموعه حوض و درخت و اینا رو در میآوردن. اون قسمت خنک‌تر خونه بوده، برای این اقلیم خیلی نیاز بوده و اون دیوارهای بلند کمک میکرده که این درختها آفتاب خرابش نکنه. درسته. من یه ناهماهنگی اینجا میبینم تو معماریش از ابتدا اینطور بوده، یعنی پنج دری که این طرفه، دقیقا سمت چپ من پنج دریه، بعد دوتا ایوان اینطوری قرار گرفته. نباید قرینه باشن؟ ببینید عرض به حضورتون تو نارنجستان الزاماً این شکل رو نداره. تو همه ی خونه های قدیمی این شکل نیست، بسته به اینکه حالا خونه به چه شکلی بوده و آفتاب از کدوم سمت بوده
شکل‌های مختلف داره، ضمن اینکه بازسازی شده ولی از اول به همین شکل هم بوده. الزاماً همه اطراف نباید قرینه باشه. آقا رسیدیم به اصل ماجرا، یعنی غذاهای خوشمزه‌ای که روی میز چیدیم با سلیقه و بسیار عالی، که البته من قبلش چشیدم فوق‌العاده خوشمزه و خوب بوده. کوفته که مال تبریزه، چرا به اسم خودتون کردین آقا؟ خب والا ما این خیلی تأکیدی نداریم که اسم خودمون رو بذاریم، ولی شما هم توی مزهش هم توی ابعاد و اندازه و شکلش میبینید که با تبریزی متفاوته. کوفته های تبریزی بیس داستان مقدار زیادی سبزیجات، داخلش هم آلو وجود داره، ولی کوفته یزدی هم ریزتره و بیس اصلی رو هم گوشت و برنج و حالا یک کمی لپه تشکیل میده. ولی خیلی تأکیدی نداریم که حالا حتما شولی که مال یزده. بله شولی که مال یزده. اینو نمیشه، این مال خودمونه، عرضم به حضورتون، ثبت و برندش هم مال خودمونه و یه شکلی از سوپه. حالا اون هم به مرور زمان تغییراتی کرده. خیلی شبیه به آش جو هست که توی کاشان معروف. خب ببینید شولی تو یزد این شکلی نیست. شولی تو یزد حبوباتش خیلی کم بوده و بیشتر بحث عرض به حضورتون که سبزیجاتش یک کم هم آرد تو مواد اولیه‌اش بوده و اینکه صرفاً با سرکه سرو میشه. به مرور زمان حالا بعضیا میان یه چیزایی بهش اضافه میکنن، ها حبوباتشو بیشتر میکنن یا بعضن چغندر هم قاطیش میکنن، ولی بیسش فارغ از این داستان ها بوده. بیس سوپ فوق العاده عرض به حضور سبک و رقیقی هستش. بسیار عالی. قیمه یزدی معروفیتش، حالا شنیدم قیمت، بعد نگاه کردم نخود به جای قیمه داخلش، به جای لپه. خب اونم داستان خودشو داره دیگه. قیمه یزدی با قیمه های دیگه متفاوته. ما برای اون نخود های نخود نیست، لپه نخوده. نخود آب میشه و بعد لپه میشه، به صورت لپه در میاد اگه دقت کنیم. بله لپه درشت، یعنی لپه نخوده به اضافه گوشت. سیب زمینی نداره، رب گوجه نداره و ادویه های مخصوصی داره که یه مقدار هل و زعفرون هم داخلشه. طعمش هم کاملا با قیمه های عادی متفاوت، مختص یزده. بسیار. دیزی هم که همه جا هست دیگه، فرقی نداره دیگه. دیزی اصلا مخصوص خانه های سنتی. به نظر من وقتی شما به یک هتل سنتی مراجعه میکنید، به یک خانه سنتی مراجعه میکنید، حالا به جز اون به حالت اصولگرا یا کلاسیکش یا سنتیش، بهتره که از غذاهای اون منطقه هم بچشید و به هر حال اون غذاها رو امتحان کنید، چرا که این غذاها مطمئناً تو شهر و دیار شما با این طعم و مزه یافت نمیشه. شما استاد دانشگاه هستین و در زمینه گردشگری درسته فعالیت میکنین؟ خب من این سوال از شما دارم، گردشگری که دغدغش اینه که به هر حال میخواد بره یه شهر رو مثل یزد تماشا کنه، ببینه و ازش لذت ببره، چجوری میتونه یک سفری داشته باشه که هم نظر اقتصادی، شما یزدی ها به اقتصاد هم خیلی اهمیت میدین، هم نظر اقتصادی مقوم به سفر باشه، هم بهش خوش بگذره، هم بتونه اون شاخصه های شهر رو تماشا کنه؟ ببینید بسته به این داره که شما نگاه و دیدگاهتون چه شکلی باشه، خواسته باشین چگونه سفری داشته باشید. یزد قابلیت خیلی خوب و زیادی داره که با هر توان اقتصادی شما سفر خوبی رو داشته باشید. ما خونه های سنتی خیلی خوب با قیمت های مناسب داریم، تا هتل هایی که سطح بالاست، یعنی هتل های 4 و 5 ستاره با نه اینجا 3 ستاره تاپ، بله تا 5 ستاره داریم تو استان یزد، یعنی قابلیت خیلی زیادی داره، تفاوت قیمت های زیادی داریم. ولی یه شاخصه ای که هست تو اکثر مجموعه های استان یزد، حالا این آمار خود گردشگران هم ارائه کردن، تو نظرخواهی ها میتونید ببینید، رضایتمندی خیلی خوبی داریم. یعنی حتی تو مجموعه ارزون قیمت ما هم سطح کیفیت و خدمات به نسبت مشابهش بالاست. بعد قیمت اتاق شما چنده؟ قیمت اتاق ما توی هتل خودمون 320 تومنه دو تختمون، ولی تو استان یزد ما قیمت‌های خیلی مناسب، یعنی توی خونه سنتی با شبی 70-80 هزار تومن هم شما میتونید اقامت داشته باشید. به بالا حد اکثر قیمت 320 تومنه، قیمت ما 320 تومنه. بله بله. قیمت‌های بیشتری هم تو استان داریم که برای هتل‌های 5 ستاره مونه. درسته. میگم قابلیت داره. برای دیدم اتاقتون حوض داخلش بود، صدای آب شرشر آب. حالا ببینید بعضی از اتاق‌های ما، خب این خونه‌های سنتی بعضن از روز اول که بازسازی شده با نگاه هتلی ساخته نشده دیگه، این خونه بوده که
اقامت داشتن داخلش. تو زمان بازسازی با توجه به قابلیت‌های هر کدوم از اتاقاتون، اتاق بادگیر هم داره دیگه، اون حوض برای زیر بادگیر بوده، برای اینکه حالا جریان هوا توی تابستون از روی اون حوض رد بشه و هوای خوبی ارائه بکنه و هوای اتاق خنک کنه. ما به همون شکل اولیه بازسازی کردیم. در اینجا میخوام از همه هموطنا دعوت کنم که حتما به شهر یزد سفر کنن. ما قول میدیم که میزبان بدی برای هموطنان عزیزمون نباشیم و خاطرات خوشی رو برای دوستان بسازیم انشاءالله. فلسفه حوض آب در وسط حیاط‌های خانه‌های قدیمی، علاوه بر زیبایی‌هایی که در اون خانه ایجاد می‌کرده و تقارنی بین باغچه‌ها و حیاط بوده، مسلط بوده به زیرزمین یا سرداب خانه. در دل تابستان هوای داغ و اون گرمای خاص کویری شهر یزد، این یک نوع سرمایشی رو ایجاد هم میکرده، یعنی وزش بادی که از روی آب هدایت میشده و به صورت نسیم داخل سرداب یا زیرزمین میرفته، هوای زیرزمین رو خنک میکرده. خود بادگیر هم نقش بسیار خاصی تو این زمینه داشته. اما صفای خانه های تاریخی صفای دیگه هستش، با شیشه های رنگی و درهای چوبی و کاهگل و فضای بسیار خوب و سنتیش که در گزارش امروز ما سعی کردیم یکی از این فضاها رو که الان تبدیل شده به اقامتگاه و هتل و در خدمت همه مسافران و گردشگران هست رو بهتون معرفی کنیم. همراه همسفر ما باشین. باز هم از شهر زیبایی یزد براتون میگیم.